و اما مهمان این هفته نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در ایران با ابراهیم رئیسی سپاه و مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده. قرارداد 20 ساله تجاری هم بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی بسته شد، دقیقاً مثل قرارداد چین که مردم ایران از جزئیاتش هیچ خبری ندارن. لئوپولدو لوپز رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مهمان این هفته منه در تبلت. حتما این مصاحبه رو ببینید که چجوری رؤسای جمهور دو کشور مردم ایران و ونزوئلا رو غریبه میدونن و قراراتی که بینشون بسته شد آیا به نفع مردم ونزوئلا و مردم ایرانه یا به نفع رهبران و سران این دو کشور. سلام به شما لئوپولدو لوپز، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا. سپاس از تو مسیح، خوشحالم که با شما هستم. بدون اینکه هیچ سوالی بپرسم میخوام یه عکس بهتون نشون بدم، بگید چه حسی دارید. دیکتاتور کشور شما با دیکتاتور کشور ما دیدار میکنه. این عکسی است از منبع مشکلات برای میلیون ها انسان در ایران و ونزوئلا. اونها میخوان قدرت رو در دستشون نگه دارن و مردم رو سرکوب کنن. ما خیلی وقت میگیم نهادهای دیکتاتوری در هر کشوری روی دیکتاتورهای کشورهای دیگه تکیه میکنه. این ائتلافی نیست که بر سر توافق ایدئولوژیک صورت گرفته باشه، بلکه توافقی برای بقای حکومت و بست فساد سازماندهی شده است. تصاویر دیگه که ما میبینیم دیدار مادورا با سپاه، سپاه در لیست تروریستی هم دولت آمریکا هست هم اروپا. فکر میکنید که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که در واقع قائل به دموکراسی هستن، باید چه نگاهی داشته باشن به این دیدارها؟ ما خیلی وقت اینو میگیم که ارتباط ایران و ونزوئلا ارتباطی است بین گروهای تروریستی و حالا دیگه این موضوع اوریان شده. مادورو میره ایران و با نمایندگان سپاه پاسداران دیدار میکنه که توسط آمریکا و اروپا در لیست گروهای تروریستی هستند. و نه تنها این، بلکه چند روز پیش ما شاهد این بودیم که یک هواپیما که قبلا متعلق به ایران بود و بعد در ونزوئلا ثبت شد، وقتی داشته به بوئنوس آیرس پرواز میکرده اونجا توقیف میشه و معلوم میشه خدمه هواپیما کارمندان سپاه هستند. ما سال هاست که داریم میگیم نیروهای حزب الله در ونزوئلا هستند که مورد حمایت ایرانن و الان روشن و واضحه که این یک گروه تروریستیه با ساختاری جنایتکارانه که دارن به هم کمک میکنن و اونها از همه امکانات استفاده میکنن، از طریق هوا برای انتقال اسلحه و مواد مخدر استفاده میکنن، البته دور از چشم اروپا و آمریکا. الان مردم ما خیلی عصبانی‌اند برای اینکه قرارداد 20 ساله‌ای بسته شده بین حکومت ایران و حکومت مادورا. این رو به چه معنی می‌بینین؟ آیا واقعاً به خاطر اینه که مردم رو از فقر و فشارهای اقتصادی نجات بدن یا اینکه فقط منافع خود این دیکتاتورها درش هست؟ اول باید بدونیم این چیز تازه‌ای نیست. اونها توافق جدیدی امضا کردن، ولی این ارتباطات در هاست که در جریانه. در زمینه‌های مختلف مثل انرژی، نظامی، اقتصادی، دیپلماسی و تجاری جریان داشته و حالا معلوم شده برای دور زدن تحریم هاست. مثل هواپیمایی که متعلق به ایرانه و با پرچم ونزوئلا رنگش میزنن تا تحریم ها رو دور بزنن. این فقط یک نمونه از ارتباط جنایتکاران است. فکر میکنید که دقیقاً چه چیزی باعث شد که مادورا و خامنه ای احساس خطر میکنن که یه قرارداد جدید امضا بکنن؟ اینها متعلق به یک اکوسیستم هستند، یک اکوسیستم برای فعالیت اقتصادی گروه های تبهکار. اینها کشورهایی هستند که تحت تحریم اروپا و آمریکا هستند و برای دور زدن تحریم ها کنار هم اومدند. این توافقنامه ها برای کمک اونها به همدیگه است. این توافقنامه ها برای بهبود وضعیت مردم ایران و ونزوئلا نیست، فقط برای کارهای جنایتکارانه و حفظ قدرت انجام میگیره. تو کشور من ایران معمولا به مردم اطلاع نمیدن که در این قرارداد چی هست. در مورد چین، قرارداد 20 ساله چین، اصلا مردم رو محرم ندونستن. ما نمیدونیم در اون قرارداد چیه. تو کشور شما چطور؟ آیا الان بهتون اصلا میگن که تو قرارداد بین جمهوری اسلامی و ونزوئلا چه چیزایی هست؟ به هیچ وجه، همش محرمانه است. فقط یه عکس منتشر میکنن و میگن ما توافق کردیم. اینها توافقنامه‌های سیاهی هستند که موضوعات بدی رو شامل میشه. ما قبلا هم شاهد بودیم مثلا به دبستون‌های بین سازمان‌های مختلف. مثلا ما شاهد این بودیم که قبلا پاسپورت ونزوئلا برای تبعه‌های ایرانی که در کارهای خلاف دست دارن صادر شده یا عوامل وابسته به اونها.
یا صادرات مواد اولیه از ونزوئلا برای برنامه‌های هسته‌ای ایران یه نمونه دیگه است. ونزوئلا مواد معدنی استراتژیکی داره و این توافق‌ها اجازه میدن این مواد معدنی به دور از چشم ناظرین اروپا و آمریکا به دست ایران برسه. بذارین خیلی سریع به شما بگم، اعتراضات زیاد و گسترده‌ای در ایران هست که واقعا ممکنه که هر زمانی رژیم ایران سقوط بکنه یا نمیدونم رژیم مادورا. فکر میکنید که چه اتفاقی میفته برای این توافقایی که الان امضا شده بعد از اینکه دیکتاتوری نباشه بر قدرت؟ من باور دارم که سقوط یه دیکتاتور کمک میکنه به سقوط بقیه دیکتاتورها، چون اونها قدرت رو با حمایت از یکدیگر میتونن حفظ کنن. برای ما در ونزوئلا، برای ما که رویای رسیدن به یک ونزوئلای آزاد رو داریم و به خاطر یک ونزوئلای آزاد تراش میکنیم، برامون آینده ایران اهمیت داره و همین خاطر ما از نزدیک اعتراضات ایران رو دنبال میکنیم. پس اگه تغییراتی به سمت دموکراسی در ایران رخ بده، به نفع ونزوئلا هم هست. به همین صورت اگه دموکراسی در ونزوئلا هم اتفاق بیفته، به نفع حرکت آزادی خواهانه مردم ایران هم خواهد بود. و باید این نکته رو بفهمیم که این فقط یه دیدگاه نیست، بلکه من باور جدی دارم که ما باید فراتر از مرزهامون تدارک ببینیم، چون این تلاش برای رسیدن به آزادی در کشورهای ما تلاشی است در مقابل نهادها و تشکیلات جنایتکارانه که چند ملیتی هستند با ساختارهای بزهکارانه. برای رسیدن به اتحاد باید بفهمیم و برامون مهم باشه در کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته، و به همین دلیل من از نزدیک اعتراضات ایران رو دنبال میکنم. وضعیت زندانیان سیاسی، نبود آزادی بیان، نقض حقوق بشر در ایران، و به نظر من باید همین موضوعات در ونزوئلا هم برای شما مهم باشه. دقیقاً همین الان هم نگاه بکنین، به هر حال جنگ هست در اوکراین و دیکتاتورهای کشور من دارن حمایت میکنن از پوتین. حتی مردم میگن که منافع کشور خودش رو جمهوری اسلامی میفروشه به خاطر اینکه پشت سر پوتین بیسته. رجب کشور شما چطور در مورد ونزوئلا بهم بگین، چه نگاهی به پوتین دارن و چه کار میکنن؟ ونزوئلا هم همینطور. مادورو در ونزوئلا، دانیل اورتگا در نیکاراگوئه و کوبا، سه کشور دیکتاتوری آمریکای لاتین، تنها کشورهایی هستند که آشکارا از پوتین حمایت میکنند. مادورو گفتگوهای تلفنی داشته و بیانیه‌های مشترک با روس‌ها پس از حمله‌شون به اوکراین منتشر کرده و این نشون میده که ونزوئلا و ایران و روسیه بخشی از همین مسئله هستند. این روزها خبر ارسال نفت خام ایران به ونزوئلا خیلی شنیده میشه. مگه خود ونزوئلا تولید کننده نفت نیست؟ میخوام ببینم چه نیازی هست که به صادرات نفت از ایران به ونزوئلا. این خیلی جالبه که ونزوئلا با یکی از بیشترین میزان ذخایر نفت تولید کننده مهمی نیست. ما از کولومبیا هم کمتر نفت تولید میکنیم، از اکوادور هم کمتر نفت تولید میکنیم. چرا بس چنینه؟ به خاطر فساد. دیکتاتوری مستقر در ونزوئلا به خاطر رانت سالاری و فساد سیستماتیک صنعت نفت ونزوئلا رو نابود کرده و به همین خاطر نفت خام ایران به ونزوئلا ارسال میشه. ایران از اون سر دنیا کشتی پر از نفت خام میفرسته به ونزوئلا. نفت خام تحریم محصولیه که ما میتونیم تو کشور خودمون تولید کنیم. این خیلی مهمه، چون ثابت میکنه سقوط صنعت نفت ونزوئلا به خاطر تحریم نیست، چون ایران هم تحت تحریم‌های سخت‌تری قرار داره ولی هنوز داره نفت و فرآورده‌های نفتی تولید میکنه. در همین حالی که ما داریم صحبت میکنیم، کشتی‌های از ایران به سمت ونزوئلا در حرکتن و این نفت مجانی نیست. فقط ونزوئلا هم داره هزینه متحمل میشه برای چیزی که خودش داره. الان جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه وقتی میبینه که مخالفانش خارج کشور خواستار تحریم سپاه یا تحریم در واقع مقامات رسمی جمهوری اسلامی میشن. سریع انگ میزنن که شما دارید به مردمتون خیانت میکنین. آیا این در مورد کشور شما هم هست؟ یه همچین صدق میکنه به شما، همچین تهمتهایی میزنن؟ ما برای مردم ونزوئلا تلاش میکنیم. ما مخالف مادورو هستیم، مخالف دیکتاتوری، و از هر حرکتی که ما رو به سمت آزادی و انتخابات آزاد ببره حمایت میکنیم. من خیلی روشن بگم، من طرفدار تحریمم. من باور دارم تحریم ابزاری کارآمده که میشه ازش به صورت استراتژیک استفاده کرد.
دیکتاتورها رو باید تحریم کرد و هوشمندانه نقاط رو به هم وصل کرد، چون تحریمی که از سوی اروپا و آمریکا اعمال میشه باید شبکه رو هدف قرار بده و نقاط رو به هم وصل کنه. پس تحریم باید اون رابطه ها رو در بر بگیره، اون کسانی که ارتباط بین ایران و ونزوئلا رو تضمین میکنند، بین ونزوئلا و روسیه، بین روسیه و ونزوئلا و نیکاراگوئه، چون این ساختاری بین چند کشوره که دنبال دور زدن تحریم ها هستند. تحریم ابزار استراتژیکیه که برای تشویق به تغییرات سیاسی و انتخابات آزاد میتونه مورد استفاده قرار بگیره، چرا که اون چیزی که مردم در ایران و مردم ونزوئلا میخوان آزادیه و روشی میخوان که بهش برسن توسط یک انتخابات آزاد و عادلانه، و اون چیزی که باید روش تمرکز کنیم و همه ابزاری که به ما کمک میکنه به دیکتاتوری فشار بیاریم به انتخاباتی آزاد برگزار کنه باید مورد استفاده قرار بگیره. خیلی ممنونم از اینکه اومدین توی برنامه. امیدوارم که یک روز من شما رو در ایران آزاد ملاقات بکنم یا شایدم در ونزوئلا آزاد. درسته، و ما باید باور داشته باشیم که اون روز میرسه، چون برای تحقق رویا باید اون رو تصور کرد و بهش باور داشت. من روزی رو میبینم که ایران آزاد خواهد بود و تو هم ونزوئلایی رو میبینی که مردم اون انتخابات آزاد و عادلانه دارن و به سرنوشت خودشون مسلط هستن. ممنونم بابت این فرصت. Thank you so much. امیدوارم که از این مصاحبه لذت برده باشید. چقدر دردهای مردم ونزوئلا و مردم ایران شبیه به همه. یادتون باشه که دو تا دوربین دست ماست، ولی میلیون ها دوربین دست شماست و شما شدید رسانه خودتون. هر هفته تعداد زیادی ویدیو به دست ما میرسه. شما هم میتونید ویدیوهاتون رو برای ما از طریق شماره تلفنی که اعلام میشه تو همین برنامه بفرستید. منم از ویدیوهاتون انتخاب میکنم و اینجا پخش میکنم. سانسور پر. بچرخ تا بچرخیم. سلام مسیح، امروز 1 تیر 1401 دیدید که برشته بودن دیوار مردم شرکت خصوصی تیپاکس چی کار کرده بودن، چی ها نوشته بودن روی دیوارش. این فرستم واسه تو مسیح جان. من خیلی به ایشون ندارم، من میدونم بالاخره مشکلات زندگی فشار میاره. خب عزیزم، از هر کشور یه قانونی از اونم بکس شما کاری به کرده حالا من ترسم هستم حالا بعد هم میبینیم ترسیم بعد باید با قانونا رو رعایت کنیم. توفه قانون خانم من رو نگاه کنم، توفه قانون مگه من قانون انتخاب کردم؟ یه مش احمق برای ما قانون انتخاب کردیم. عزیز دلم آره تو خیلی احمقی هستی. نه مردم اینکه نیستم، حداقل وقتی دارم تو خیابون را میرم به مردم گیر نمیدم. میدونی؟ من همین بزرگتری بزرگتری ولی عقل نداری متاسف. باید همیشه با یک شکر بالاتر. من که کارشو ندارم، ما کارشو نداریم، من که کارشو ندارم، من زنی کاری ندارم. آره من خیلی فضولم. آره خیلی منم بیشتر شما بهم فشار میاد دلم پر. چه فشاری بهت میاد؟ ولی یه سری قانون هاست تو خونه، وقتی قانون میذاره پدر مادر میخواد 10 صبح باید بیان، 10 شب حتما باید تو خونه باشه. نه مامان بابامون نمیگه میتونیم برخلاف قانونی که پدرتون گذاشته انجام. نه درسته، ما قبول داریم قانونه، ولی یه وقت واقعا این ولی هی قانون بفهم همیشه ها. این صدای آمریکاست.